خب در مورد فیلم حدود 13 کیلوگرم آقای مهدی برزکی، دوباره اگه اشتباه نکنم، ژانرش داده درام و محصول کاشان. به نظرم بد نیست. حالا من واقعا این ویژگی هایی که دارم امسال توی کارها میبینم رو حالا به بهانه هر فیلم خوبی که میشه راجبش صحبت کرد یکی یکی اشاره بکنم و یک بررسی بکنم اون ویژگی ها رو. فیلم حدود 13 کیلوگرم ویژگی که داره اینه که رفته به سراغ یک مسئله دوباره مخصوص سینما، فرار میکنه از این که بخواد مثلا تجربه کار کوتاهش رو ببره به سمت این که از حالا من مثلا یه حالی بکنم با سینما اونجوری که مثلا باید یه گرد و خاکی بکنم و نمیدونم از این ژانگولر بازی ها که ما تو دوره های قبل و فیلم کوتاهی که اکثرا میبینیم و دوست دارم وقتی مثلا فرصت بهشون میرسه یه کاری بکنن کارستون، از اینا فرار کرده و به یه چیز بزرگتری دست پیدا کرده، اون هم شناخت مسئله در کاراکتر و آدم هاست. کمتر فیلمی ما اینجوری داریم. اون 5-6 تا فیلمی هم که ما پارسال حالا راجبشون صحبت کردیم، اون چند تا که من مورد پسندم بود و راجبش نوشتم، یکی از ویژگیشون همین بود، مسائل آدم ها رو این کارگردان و نویسنده متوجه شده بودن و رفته بودن براشون قصه تعریف کرده بودن. اصلا از دل همین مسائلی که به نظرم قصه ها متولد میشه و جذابترین نوع قصه هم همین حل و طرح و حل این مسائله. در حدود 13 کیلوگرم قصه یک مادر سنگین وزنه که همسرش ولش کرده به خاطر سنگین بودنش و اینها یک دختر 8-9 ساله دارن که این دختره هم متوجه این ماجرا هست و گلایه‌مند از هم مادرش هم از این زندگی که به خاطر مثلا اضافه وزن مادرش باید پدر ول کنه بره. اما حالا این دختره رو فقط اشاره کردم، خیلی به اصل فیلم داستان این دختر چیزی نداره. این مادر داخل یک رستوران مانندی حالا کار میکنه، خیلی واضح ما نمیبینیم، فقط میدونیم که یه پیشبندی میبنده، میگه اون صدای صاحبکارش رو میشنویم که پاشید نمیدونم آماده کنید کار رو، مهمونا اومدن و پذیرایی بکنید و اینها. و اونجا هم که خب پر از غذاهای چرب و چیل و خوشمزه است و این همش داره غذاها رو دلوپی میخوره و هی چاق و چاقتر میشه. کارش به اینجا رسیده که توی خونه حتی روی آینه و نمیدونم وسایلایی که این چاقی رو به رخش میکشه میپوشونه تا ذهنش اصلا درگیر این مسئله نشه. حتی رفتن پدر، رفتن همسرش از خونه رو هم میخواد یه جوری نادیده بگیره. هر چقدر اون بچه پیگیری میکنه که آقا بابام کجاست، بیا بریم دنبالش فلان، تو که اینجوری نبودی، اونجوری نبودی، باز هم میخواد اینا رو نادیده بگیره. همکاراش بهش میگن حالا مگه مجبوری اینقدر میخوری، میخواد همه اینا رو نادیده بگیره و باید بین این حرص و ولعی که برای خوردن داره و اون بر اون امتیازاتی که داره به خاطر این حرص و ولع با یه خوردن، غذا خوردن شاید معمولی ساده که شاید به چشم خیلی همون نیاد، داره معامله میکنه این دوتا. اون مسئله چیه در مورد این کاراکتر؟ این که زیباییشو از دست داده و واقعا کارگردان درست تشخیص داده این مسئله رو در قابندی که داره، در نماهایی که از این زن میگیره و جوری که مرحله به مرحله ما رو همراه با اطرافیان این کاراکتر قانع میکنه که بابا بس، چرا میخوای بخوری؟ تو باید برگردی به اون حالت استانداردی که هم خودت هم خانوادت هم اطرافیانت، خودت که داری میمیری، دکتر داره دیگه بهت اخطار میده
زندگیت با چالش مواجه شده، مدرسه بچت میخوای بری، بچت نگران از این که تو نیا اونجا مثلا، یا میای اونجا مسخرت میکنن و به خاطر مسخره شدن نمیخوای بری اونجا. و این چالش ها اینا معناش دیگه چیزی نیست که شما بتونید توی یک رمان، توی یک نمیدونم یک مدیوم دیگه تجربه بکنید. به نظرم ارزشمندترین وجه و امتیاز این فیلم همین ماجراست که به مسئله انسان پرداخته و یک کاراکتر رو دست گذاشته روی اون نقطه‌ای که ازش میتونه درام بکشه و یک فیلم جذاب بسازه.